چند وقت پیش یه عکس از یک جنگنده فانتوم ایرانی توی شبکه‌های مجازی و شبکه‌های نظامی دست به دست شد که داخلش یک نکته وجود داره که واقعاً جذابه. زیر بال این جنگنده یک موشکی نصب شده که واقعا به هیچ کدوم از موشکایی که دو ایران موجوده شبیه نیست، نه شبیه اسفروه نه شبیه سایوایندر. تنها چیزی که شباهت خیلی زیادی داره به این موشک و حتی سایز و اندازه تقریبیش هم دقیقاً به اون میخوره، موشک ایم 120 آمریکاییه، همون موشکی که دهه ها ستون اصلی فقرات جنگنده های ناتو بوده. حالا سوال اینجاست که آیا ایران واقعا تونسته این موشک آمریکایی رو مهندسی معکوس کنه و مشابه اون رو بسازه؟ اگر واقعا همچین چیزی حقیقت داشته باشه، واقعا داریم در مورد فصل جدیدی توی موشک‌های هوا به هوا داخل ایران صحبت می‌کنیم. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. موضوعی که امروز اومدم در موردش صحبت بکنم یک موضوع فوق‌العاده جذابه، موضوعیه که هیچ کدوم از رسانه‌های نظامی و دولتی در موردش صحبت نکردن و این موشک هم توی هیچ نمایشگاه دفاعی و نظامی نشون داده نشده و همین سکوتشه که واقعاً این نکته رو جذابش میکنه. شاید این ویدیوی کوتاهی باشه ولی واقعاً من دلم نیومد که این موضوع رو برای شما بررسی نکنم و احتمالاتش رو به شما نشون ندم. مطمئنم که از موضوع امروز من حتما خوشتون میاد، پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنین تا از محتواهای جذاب آینده من مطلع بشید. و اما طبق همین عکسایی که اینجا من دارم برای شما نمایش میدم، تقریبا میشه گفت همین سایزایی که ما اینجا گرفتیم و اندازه‌هایی که داخلش مشخصه نشون میده که این موشک دقیقاً مشابه موشک ایم 120 آمریکاییه و این موضوع کاملا از نظر ما جذابیت داره. حالا چرا؟ من اینو در ادامه به شما توضیح میدم. اول بهتون بگم که بعضی از تحلیلگرها اومدن گفتن که این احتمالاً یه پروژه آزمایشی بوده، شایدم ترکیب سامانه های بومی با پلتفرم قدیمی فانتوم بوده. بعضی دیگه هم معتقدن که ایران بالاخره یکی از موشک های هوا به هوای راداری فعال رو تونسته بسازه و روی جنگنده های خودش نصب کنه. حالا ما میخواییم اینجا به شما توضیح بدیم که آیا واقعاً این امکان وجود داره و میشه این کار رو کرد یا نه، و حتما به شما این موضوع رو در کمال سادگی و در کمال همه فهم بودن توضیح میدیم. یه چیزی این وسط خیلی قطعیه که اگر این موضوع تایید بشه میتونه مفهوم درگیری هوایی رو توی منطقه کاملاً تغییر بده. بذارید یه قدم برگردیم به عقب ببینیم که کلاً ایم 120 دقیقاً چی هست و چرا همه دنیا اون رو معیار سنجش قدرت هوایی و نبردهای هوایی میدونن. میخوام این موضوع رو کاملاً براتون بازش کنم، پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. موشک ایم 120 در اصل اسمش ایم رامه، یعنی مخفف کلمه Advanced Medium Range Air-to-Air Missile، یعنی یک موشک متوسط کاملا هوا به هوای فعال. این موشک ایم رام تا قبل از اون درگیری های هوایی مثل دوئلای قرن 19 هم این شکلی بود که دو تا هواپیما باید همدیگه رو میدیدن، قفل میکردن روی همدیگه و شلیک میکردن، مثل همین درگیری های داگ فایتی که ما توی جنگ ایران و عراق داشتیم و
تمام سرآمدهای دنیا توی جنگنده‌های مدرن هم اینجا واقعا لازمه که بهتون بگم تمام تکهال‌های داگ فایت‌های جنگنده‌های مدرن توی ایران هستن بهتریناشون. با اومدن ایبرام یه اتفاق دیگه ای افتاد، دید چشمی جای خودش رو داد به قفل راداری فعال، یعنی خلبان میتونست از ده ها کیلومتر دورتر شلیک بکنه بدون اینکه دشمنش رو دیده باشه. این موشک توی دهه 1980 توسط آمریکا ساخته شد تا جای اسپرای قدیمی و حتی فینیکس رو بگیره. البته این رو خدمت شما بگم که موشک فینیکس هم همچین قابلیتی رو داره و قبل‌تر از ایبرام تولید شده، ولی خب اون یک برد و یک مشخصات داره، ولی خب ایبرام هم یه سری مشخصات و بردهای دیگه ای رو داره که من توی ادامه حتما این رو به شما توضیح میدم. این موشک توی دهه 1980 توسط آمریکا ساخته شد تا جای اسپرای قدیمی رو بگیره توی سایز متوسط. بردش بین 50 تا 100 کیلومتره، البته بسته به مدلش. سرعتش بیشتر از 4 برابر صوته و مغزش که همون رادار فعاله توی دماغش قرار داره میتونه خودش هدف رو تا لحظه برخورد دنبال کنه که بهش میگن که فایر اند فورگت، یعنی شما شلیک کن و فراموش کن. به قول یکی از خلبانای آمریکایی که میگه که ایبرام مثل یه سگ شکاری میمونه، فقط باید بهش بگی که کیو باید بگیره، خودش میره و کارش رو انجام میده. اما تفاوتش با موشک فینیکس چیه؟ خیلی این رو اشتباه میگیرن چون فانتومای ایران بیشتر با F-14 و فینیکس مقایسه میشن. فینیکس محصول دهه 70 بود، موشکی عظیم مخصوص ناوگان دریایی آمریکا با بردی تا 180 کیلومتر، اما سنگین، بزرگ و خیلی گران قیمت. در عوض ایم 120 کوچیک‌تره، سبک‌تره و برای نبردهای تاکتیکی ساخته شده، یعنی مناسب هواپیماهایی مثل F-16 و F-18 و حتی فانتوم. اگر فینیکس مثل یه توپ ضد هوایی پرقدرت بود، ایبرام مثل یک تک تیرانداز دقیقه و سریع العمل هم هست. چطور ممکنه یه فانتوم قدیمی بتونه با یه موشک ایم 120 حرف بزنه و واقعا کاری کنه که موشک از فاصله خیلی دور هدف رو پیدا بکنه و اون رو منهدم بکنه؟ اینجا میخوایم این رو به شما توضیح بدیم، پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. اینجا یه سوالی پیش میاد، این که واقعا یک موشک راداری فعاله که خیلی هم پیشرفته است چجوری میشه اون رو با یک فانتوم قدیمی سین کرد و بتونی از اون استفاده بکنی؟ آیا واقعا همچین چیزی ممکنه و میشه این کار رو انجام داد یا نه؟ جوابش کاملا بلست و میشه این کار رو انجام داد، ولی نه با یه چسبوندن ساده که موشک رو بیای به همون هواپیما و جنگنده آویزون کنی تا ازش استفاده بکنی. باید بهش زبون بدی. رادار هواپیما باید بتونه همزمان هدفها رو دنبال بکنه، یعنی ترک وایل اسکن داشته باشه مثل رادار F-14 و اطلاعات مسیر میانی رو برای موشک بفرسته. یعنی برای این کار باید رادار و کامپیوتر داخلی فانتوم بروز رسانی یا تعویض بشه، یا یه واسط سخت افزاری یا نرم افزاری نصب بشه که پروتکل موشک رو بفهمه و اطلاعات رو منتقل بکنه. همینطور باید پایلون ها و کانکتور های جدید رو برای برق و دیتا روش نصب کنن و بررسی های سازه‌ای هم باید برای تحمل وزن و تغییر مرکز جرم توش ضروریه. همه اینا یعنی یه کار مهندسی بسیار کامل، نرم افزار، سیم کشی، تستای پروازی. ولی مسیری که ایران قبلن با فینیکس و پروژه های بومی سازیش مثل فکور 90 طی کرده دقیقا همین قابلیت حل مسائل پیچیده رو نشون میده.
پس راه‌های عملی چیه؟ یا فانتوم رو آپگرید می‌کنی مثل نصب راداری با قابلیت‌های مدرن و یک حالا ماشین کامپیوتری که داخلش نصب میشه، یا از دوست میدان نبرد کمک می‌گیری مثل یک رادار زمینی یا یه هواپیمای دیگه که آپدیت‌های میانی رو براش می‌فرسته تا فانتوم فقط نقش یک لانچر رو داشته باشه. هر دو مسیر کار و زمان می‌خواد. اولی سرمایه گذاری و مهندسی طولانی رو میخواد و دومی هم نیاز به شبکه سازی و سازگار سازی پروتکل ها رو داره. اما یه پیام امیدبخش رو اینجا میفرسته: این مسیرها تجربه پذیرند و قابل حل هستند و اگر عکسا واقعی باشن و همون چیزی باشن که ما فکر میکنیم، یعنی تیمای فنی ما همین کارا رو یا انجام دادن یا در حال تستش هستن. دقیقاً همون چیزی که باید باشه تا یه فانتوم قدیمی با یه موشک جدید دوباره معنیدار و فوق‌العاده خطرناک باشه. حالا تصور کنید که یه فانتوم ایرانی که یه پرنده‌ایه که نیم قرن پیش خریداری شده، زیر بالش موشکی نصب شده که ظاهرش به ایم 120 خیلی شبیه. یعنی داریم درباره ترکیب دو تا نسل صحبت می‌کنیم. فناوری جنگ ویتنام کنار سلاحی در قرن 21 و همین تضادم هست که سوال برانگیزه و هیجان انگیز. یادتونه که وقتی فینیکس ها وارد میدون شدن و همه جا حرف از معجزه‌شون زده میشد، ایران همون موقع هم نشون داد که فقط مصرف کننده نیستش و تبدیل کننده هم هستش. اول اومد موشکای هاک رو روی F-14 ها نصب کرد، بعدم اومد قابلیت بمبارون F-14 ها رو فعال کرد و حالا اومد دوباره موشکای فکور 90 رو تولید کرد، اونم نه فقط با یه معجزه، بلکه اومد با زیرکی فنی، آزمون و خطا و مهندسای خلاق ایرانی این کار رو انجام داد. وقتی که ایران نسخه‌هایی از فینیکس رو تبدیل می‌کنه به نسخه‌های بومی، یه جور پیام رو به ما می‌فرسته که قطعاً میشه موشک‌های دیگر رو هم تبدیل به نسخه بومی کرد، که واقعاً نمونه‌های خیلی زیادش رو ما توی ایران دیدیم و در حال دیدنش هستیم. پس اگر من بگم که این موشک موشک مهندسی معکوس شده ایبرام یا همون ایم 120 اصلا دور از ذهن نیست، و امیدوارم که با این ویدیوی کوتاه تونسته باشم نظر شما رو جلب بکنم. شاید واقعا این موضوع از نظر خیلی مهم نیاد، ولی واقعا اونایی که یک مقداری اطلاعات دارن در مورد جنگنده ها و نبردهای هوایی، این رو میدونن که یه همچین موشکی روی جنگنده های ایرانی چقدر میتونه تأثیر بسزا و مثبتی رو داشته باشه. حتما از شما میخوام که نظراتتون رو برای من بنویسین و به من بگین که واقعا به نظر شما میتونه ایران همچین موشکی رو بیاد مهندسی معکوس بزنه و این موشک رو تولید بکنه یا نه. اینجا کانال نبرداورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.